باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه‌ها روییدم، تنومند و بی‌شکست، شرف بودن. هر قصه یه شروعی داره، هر تابلوی زیبایی از خطوط و هر خطی از نقاط رسم میشه، هر کشتزاری از بوته‌ها و هر خوشه گندم از صدها دانه. امروز یکی از هزاران قصه مقاومت و وفای به عهد رو بازخوانی میکنیم، فرازهایی از زندگی و مبارزه دو خواهر و دو همرزم مجاهد خلق، فرح و پروین ناهید. فرح ناهید پور در سال 1340 در تهران به دنیا اومد. در دوران کودکی پدرش رو از دست داد و مادرش سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. توی خونه زری صداش می زدن. یک خواهر و یک برادر داشت. خواهرش پروین ناهید پور 3 سال از زری بزرگتر بود و برای او هم رزم مجاهدی بود که هم پای اون قدم در مسیر مبارزه در راه آرمان آزادی گذاشته بود، همگام با مجاهدین خلق ایران. پروین از دانشجویان دانشگاه تهران و زری از دانشجویان علم و صنعت بود. زری از سال 58 در انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه فعالیتش رو با سازمان مجاهدین شروع کرد. پروین هم همزمان در ارتباط با سازمان بود. اونها از قلب پرتپش کانونهای بیداری راه پرفراز و نشیب مبارزه رو برگزیدند. زری اواخر سال 59 به بخش دانش آموزی شرق منتقل شد و مسئولیت هماهنگی تعداد زیادی از انجمنهای مدارس را در تهران به عهده گرفت. در آن دوران مسئول او مجاهد شهید مهری خانبانی بود. در جریان اجرای یک قرار خیابانی به زری مشکوک می شوند و اون را دستگیر می کنند. اون در اوین شناسایی میشه. از اونجایی که همه اطلاعات زری لو رفته بود، پاسداران از زری زیر شکنجه رد مسئولش مهریه خانبانی رو میخواستن. اما زری با مقاومت خودش آرزوی لو دادن مسئولش رو بر دل پاسداران شقاوت باقی گذاشت. یک بار شکنجهگر پس از زدن ضربه های کاب زری رو از تخت باز کرد و بهش گفت: مگه این برخورد منو نمیبینی؟ حرف بزن تا کاری نداشته باشم. من تو رو تعزیر میکنم و بعد هم با تو صحبت میکنم و ارشادت میکنم. این اسمش چیه؟ این برخورد اسلامیه. توی راه رو صدای نماز خوندن شنیدم. صداش به نظرم آشنا اومد. زری ناهیدپور یکی از دوستان دانشکده هم بود. احساس تلخی قلبم رو فشرد. نمیخواستم اون رو در اینجا ببینم.
همه زندانیان 246 زری رو به خاطر روحیه مقاوم و سرشاریش میشناختند. تا لحظه شهادت مسئولیت تشکیلات بند رو به عهده داشت. زندان و حکم اعدام نتونسته بود مسئولیت رو از خاطر زری ببره. یادم اواخر اسفند سال 60 داشتم با زری در مورد شرایط و وضعیت رژیم صحبت میکردم. زری حرفهایی زد که به من توانایی دیگه‌ای بخشید و عمق شناختش نسبت به مسیری که انتخاب کرده بود رو نشون میداد. برای ما که به زندان افتاده ایم، مسئله اصلی پیدا کردن بهترین شکل مقاومت در زندانه. من و تو امثال ما وقتی فکر میکنیم که اصلا عمر ما به پیروزی قدم میده، یک ماه بعد توانایی و امکانات مقاومتمون به مراتب بیشتر از امروز خواهد بود. انقلاب به سرعت و سهولت پیروز نمیشه. انقلاب نیاز به زمان داره. اما مهم اینه که این مسیر باید به هر ترتیب پیموده بشه و این مسئولیت ماست. در لحظاتی که زری با زندان و شکنجه و حکم اعدام که در یک دادگاه چند دقیقه‌ای برای صادر شده بود چنگ در چنگ بود، در بیرون دیوارهای زندان همرزم و خواهرش پروین به خاک می‌افتد. زری توی زندان از طریق شعبه خبر شهادت خواهرش رو فهمید. بچه هایی هم که تازه دستگیر شده بودن اون رو به یقین رسوندن. یادمه که گفت این راهیه که همه ما باید بریم. خیلی خوشحالم که به زودی من هم پیش بقیه یارانم خواهم رفت. زری رو به همراه تعداد دیگه‌ای از بلندگو صدا دادن. فریبا مهدی‌زاده، پروین اسکندری، طیبه و چند نفر دیگه. می‌دونستیم که اونها رو برای اعدام می‌برن. به رسم همیشه به صف شدیم تا با بچه‌ها خداحافظی کنیم. زری موقع رفتن پیامش یک چیز بیشتر نبود. مقاومت تا پایان مسیر و ادامه دادن راه تا به آخر. بعد از آخرین وداع همشون شادتر از همیشه رفتن.
شبی که خبر اعدام زری رو در میون صحبت‌های یکی از خائنین که خبر اعدام بچه‌ها رو آورده بود شنیدم، یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگیم بود. حس کردم دارم خفه میشم. فرح محمدی که از دوستان مشترک من و زری بود رو پیدا کردم، خبر رو بهش دادم و بی اختیار گریه کردم. بهترین یار و همرزم و دوستم رو از دست داده بودم، اما تلاش کردم باور کنم. به ذهنم رسید که زری راحت شد، چون برای دانش آموزانی که هر روز باید نظارگر شکنجه و اعدامشون می بود خیلی بیتاب می شد. بعد از شهادتش بارها خواب دیدم که زری زنده است، وارد میشه، به سمتش میرم و اون رو در آغوش میگیرم و میگم دیدی راست میگفتم، تو زنده ای. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و آنان را که در راه خدا کشته شدند مرده مپندارید، بلکه آنها زنده اند و در نزد پروردگار خیش روزی داده می شوند. باغبانان فصل فردا از جنگل سبز ساقه ها رویدند، تنومند و بیشکست، شرف بودند.